چرا میگیم سریال یاقی بد شده؟ چون حدود 10 قسمته که افتاده تو استخر و از طرفی تکلیفمون هنوز مشخص نیست که با یه سریال طرفیم یا یه مستند. سلام ارادت، یه حمایت ریز نشود فاش کسی آنچه میانه من و توست. پس لایک، سابسکرایب، کامنت و فالو فراموشتون نشه که این ویدیو رو آدمای بیشتری ببینن. حدود 2 روز پیش بود که من تو استوری اینستاگرامم اعلام کردم که میخوام در مورد نقاط ضعف سریال یاقی یه ویدیو بسازم و از شما خواستم که نقاط ضعفی که به نظرتون میاد رو بر من بنویسید که آخر این ویدیو حتما چند تاشو میخونم. پس برو ببین. امسال این قهرمان جهانی مال توئه ها. همین ابتدای ویدیو قبل از نقد و اعلام نکات منفی بذارین براتون یه شفاف سازی بکنم. خیلی‌ها دارن گیر میدن به سریال که چرا سریال یاقی شده شبکه ورزش، چرا اینقدر کشتی داره به ما نشون میده، مگر موضوع اصلی مواد مخدر نبود؟ باید بگم که اصلا همچین چیزی وجود نداره. شما یه نگاهی به مسیر داستان بکن، یه جوونی وجود داره که عاشق کشتیه، یه معشوقه‌ای داره، از ایران میره، حالا قراره هر کاری بکنه برای اینکه بره تیم ملی، برای اینکه برسه به اون معشوقه. حالا یه سری آدم هم هستن که میان روی این جوون‌ها سرمایه گذاری میکنن برای اینکه اونا رو بفرستن خارج که مواد وارد کنن. خب ببین، این داستان، یعنی در واقع این دوتا پیرنگ اصلی رو هر کدومو بگیری یه جای کار لغ میزنه و نمیره جلو. برای همین هر دوتاش لازمه یه سریاله و داستانه. اما وقتی که تو یه قسمت کاملا تو بیای تمام سکانساتو کشتی به ما نشون بدی، این بده، اما دلیل داره، نمیتونیم همینجور علکی بگیم بده. چرا؟ بیا تا جلوتر بهت بگم. چرا میگیم بده؟ چون همراه میشه با یه سری از مشکلات فنی بد. بسم الله نقد شروع کنیم. 1. نماهای بد واکنشی که از مربیا و در واقع آدمهایی که تو سالن وجود دارن به ما نشون میده. 2. کمبود خلاقیت تو به تصویر کشیدن کشتی که ما انتظارمون خیلی بیشتره، به خاطر اینکه محمد کارت مستندسازیه که میتونه از پس تصاویر واقعی بر بیاد، اما هیچ کدوم از تصاویر کشتی واقعی نبود. پس این رو هم بزنیم سومی مشکل. از طرفی از قسمت 8 تا قسمت 18 ضعف زیادی دیدیم و فکر میکنم مهمترین دلیلش این بود که ریتم به شدت کند بود. به نظرم به راحتی میشد که در واقع این 10 قسمت رو تو 4-5 قسمت خلاصه کرد. این نکته بود که فکر کنم بوده 90%تونم بهش اشاره کرده بودین. حالا میخوام دلایلمو بهتون بگم که چرا این اتفاق باعث ضعف سریال شده. استفاده بیش از حد از اسلو موشن. 1. 2. سکانسایی که میتونست وجود نداشته باشه، مثلا سکانسی که رضا صادقی آهنگو کامل خون. چرا؟ چرا باید لایو آهنگو کامل بخونه؟ اونم خواننده‌ای که اصلا لایو خون نیست و مخاطب هیچ ارتباطی باهاش نمیگیره. 3. سکانسایی که واقعا الکی کش داده شدن. به عنوان مثال تو قسمت 14-15 بود، اونجایی که کشتیگیرای باشگاه بهمنو میبرن تو رستوران تا انتخابیای تیم ملی ازشون در واقع اعلام کنن. خب ما که میدونیم جاوید جزء اونها، مگه میشه کاراکتر اصلی نباشه و اونجا حذف بشه؟ 20 دقیقه این سکانس برای چی؟ مورد بعدی تو سکانس های مرتبط به کشتی های جاویده. حالا نکات ضعفش رو در واقع اول ویدیو گفتم، اما ما که میدونیم این کاراکتر قرار آخرش ببره، چرا نیم ساعت این پلان رو ما نشون میدی؟ و مهمتر از اون، اصلا چرا باید ما بدونیم که میبره؟ این کامبک ها اذیت کننده بود. آقا یه بازی اساسی طراحی میکردین جاوید ببازه، اصلا اصولش همینه، مگه میشه ورزشکار همیشه ببره؟ یه جایی هم قطعا باید شکست بخوره، همه رو برد. اگه موافقین یه ذره هم به فیلمنامه گیر بدیم. خب ببینید، طبق گفته بهمن اینا یه نقشه کشیدن که مولا درزش نمیره. بعد به ساده لوحانه ترین شکل ممکن رحمان تو دستشوی هتلی که در واقع تمام اون کشتیگیرا هستن و باخبر نیستن از این نقشه، اسم کوکو میبره پشت تلفن. چقدر مسخره. اصلا باشه، اوکی، این درست، اصلا اینو میگیم قبول، به خاطر اینکه کاراکتری که از رحمان میسازه یا ذره آدم شیرین عقلیه، یه ذره رد داده و بیشتر کننده است، هیچ وقت فکر نکرده، در واقع اقدامی رو با فکر اون نبردن جلو، اینو قبول میکنیم. اما نقطه شوم این قضیه در واقع جاییه که رحمان با یه کلت میره سمت امید و امید کاراکتر کاملا وطن دوست، اینو در نظر بگیرید،
هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده و تو اون جمع طبق گفته ها تو اون جمعی که هست به راحتی با رحمان میاد میره. تو که میدونی قراره کشته بشی وقتی اینا اینقدر بی‌رحمن، یه واکنشی باید از خودت داشته باشی که حداقل جلوی کار اینا گرفته بشه. من اینو باور نمیکنم. نکته بدتر از این اینه که این سکانس رو به ما نشون نمیده و صرفا با یه سری دیالوگ میخواد ما رو به جایی برسونه که باور کنیم امید چقدر ساده لوحانه رفته. آقای کارت، ما باور نکردیم و باور نمی کنیم. ضعف بعدی سریال کمبود اتفاق کنش موقعیت های درست حسابیه. ببین مخاطب یاقی مخاطبیه که دنبال هیجان بالا، دنبال اتفاقهای زیاده، چیزی که تو قسمت های اول ازش تغذیه کرد. ما میدونیم که مخاطب یاقی مخاطب نوبت لیلی شاید نباشه که قرار باشه فکر کنه و در واقع مغزشو خیلی درگیر کنه که حالا این کیه، این چرا اومد، یا نیومده تصویرهای عجیب غریب ببینه، یا نیومده ادبیات متفاوتی رو حس کنه، بلکه اومده داستان شهری رو ببینه که توش پر از اتفاق و هیجان بالاست. تو این 10 قسمت اصلاً هیجان رو ندیدیم، یعنی بود ولی اونقدر حجمش کم بود که واقعا به چشم نمی اومد. سراغ بازیگری های سریال، به نظرم بدون شک بهترین بازی های سریال میرسه به فرهاد اصلانی و مهدی حسینی نیا. این رو بذاریم کنار، بریم سراغ طناز طباطبایی که بد نبود، اما فیلمساز سعی کرده بود در واقع خیلی زیاد تو نمای واکنشی نشونش نده، برای همین خیلی بازیش مخفی شده بود و از طرفی به خاطر زیبایی و اغواگری که خود طناز طباطبایی در واقع تو چهرهش وجود داره و حالا این کاراکتر هم بذاره لازمش بود، باعث میشد که همه اینا پشت این اتفاقه فید بشه و ما چیزی از بازیش دستگیرمون نشه. در مورد پارسا پیروزفرم میدونم که نباید این جمله رو بهتون بگم، ولی من همیشه به عنوان یک آرتیست قبولش داشتم نه بازیگر. همین علی شادمانم تلاش کرده که جاوید بسازه، نکته‌ای که بعد از قسمت اولم بهتون گفتم، گفتم آقا این آدمه معلومه تلاش کرده و تلاشش واقعا قابل تحسینه، اما همون اندازه که متن با اون بازیگر بلا تکلیفه، کاراکترم با ما بلا تکلیفه. یه سری پارادوکس ها توش وجود داره که اصلا نمیتونم باورشون کنم، فقط به یه موردش اکتفا میکنم و مطمئنم که با گفتن همین یه مورد شما هم راضی میشید. کاراکتری که ساخته برای ما اصلا باهوش نیست، بعد چطور تو قسمت 18 میشه مایکل اسکافید فرار از زندان؟ چجوری میفهمی که تو گوشیتون شنود گذاشتن؟ تو به همه میگفتی چشم، سرتو میداختی پایین، الان یه دفعه باهوش شدی؟ این با منطق جور در نمیاد. خب رسیدیم به قسمت نظرات شما. با احترام به تمام نظراتی که برام فرستادین، یه تعدادیش که در واقع مشترک نبود و بقیه رو میخونم. آریا برامون نوشته که یاقیمون بیشتر یه بچه مظلوم شده که همش گریه میکنه و خجالت میکشه. یلدا نوشته که قسمت اول با سکانس‌های جذاب و بازیگرای متعدد توقعمون رو برد بالا و متاسفانه اون روند رو نتونست ادامه بده. برزه فامیلشون رو فکر میکنم، همچنان همه چیز خوبه اما احساس میکنم دست داستان رو شده و دیگه اون هیجان و جذابیت و غافلگیری قبل رو نداره. اولش فکر کردم خیلی میخواد موافق باشه، اما خب نکته کاملا درستی داره اشاره میکنه. فیلم باتون نوشته که داستان لوس و آبکی، فیلمنامه ضعیف، بازی بازیگرا به خصوص نیکی کریمی به شدت بد، اصلا بدترین بازی سریال رسید به نیکی کریمی بدون شک. حمید نوشته که آقا جان از اولش فیلمنامه پنچر بود، اونقدری که فیلمساز تلاش کرده بود با داد و بیدادای کاراکترها ضعف‌های داستان رو پنهان کنه. حامد نوشته که ریتم به شدت کند، از حجم زیاد بازیگرا و سکانس‌های شلوغ رسیده به سکانس‌های خلوت. اینم یکی دیگه از نکاتی، در واقع مخاطبا توقعشون اون سکانس‌های شلوغی بود که پر از هیجان بود، پر از آدم‌های مختلف، کاراکترهای حالا یا تیپ‌های مختلف، و الان همه چی در واقع خیلی خلاصه شده. دانیال گفته از وقتی ماجرای اسید پاش شروع شد ضعیف شد همه چیز. البته این قسمت هم همش داریم کشتی میبینیم، فقط گزارش هادی عامل کم داره. اینم نکته باحالی بود. مهداد گفته که سریال داستانش داره به سمتی میره که خیلی برای مخاطب جالب نیست و میشه پیش بینی کرد سریالو. حالا که در واقع قسمت 19 هم تموم شد و فقط یه قسمت دیگه تا آخر سریال مونده، راجع به این پیش بینی میخوام بهتون بگم که، یعنی پیش بینی خودم رو بگم، احساسم میگه تو قسمت 20 چیزی میبینیم که احتمالاً بهش فکر نکردیم. بریم سراغ پیام آخر. شبنم گفته که بامداد افشار و هنرمندی بی‌نظیرش که به دفعات در طول مسیر سریال منو محو و متاثر هنرش کرد، یکی از موافقای سریال تو بخش موسیقی بودن. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین، دمتون گرم، با این انگشتاتون حمایت فراموش نشه. خیلی مخلصیم.